چمدانهایشان را بستند و منتظر آخرین بررسی ها از روسیهشان هستند تا به آغوش گرم خانواده هایشان برگردند. اینان افرادی هستند که بر اساس فرمان رئیس جمهور و به مناسبت سال روز میلاد حضرت محمد از بند رها شدند. گل احمد رامش رئیس تنظیف احکام ریاست دادستانی هرات میگوید که این چهارمین فرمان رئیس جمهور غنی به مناسبت سال روز میلاد پیامبر است. فرمان که امروز ما شما میبینیم رامش هم اینا به مناسبت فرمان میلاد پیامبر بزرگ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که این چهارمین لیست مانه که ما فعلا نور تطبیق میکنیم. در فرمان امروزی ما 42 نفر از طبقه زکوت داریم و 7 نفر از طبقه اوناس داریم و 5 نفر هم معجزین هم که اونا طریق اداره اصلاح و تربیت رها شدند. این در حالی است که هر از گاه شکایاتی از تأخیر در عملی شدن فرمان رئیس جمهور غنی به ولایت هرات به گوش می رسد. اما حالا آقای رامش می گوید که این فرمان در کمترین زمان تطبیق شده است. فرمان بسیار زود تطبیق شده از وقتی که صلاحیت های الا 5 سال حبس به صلاحیت های لوی سارنوری تفیز شده از طرف رئیس جمهور. این چهارمین لیست همانه که تطبیق میشه و لیست ها به ترتیب بعد از اینکه دیسی ها نهایی میشه ما لیست ها رو ترتیب میکنیم. از مرکز میرسه هر لیست که به مرکز رفته کمتر از یک ماه مواصلت کرده بسیار با سرعت رسیده. هر از گاه شکایاتی از سوی زندانیان در خصوص بیتوجهی مسئولان زندان به قضا و امکانات به گوش می رسد. اما حالا مدیر زندان مرکزی هرات می گوید که هیچ مشکلی از لحاظ اعاشه و اباطه برای زندانیان در زندان مرکزی این ولایت وجود ندارد. و امروز ما تطبیق فرمان است از مولود شریف مرحله چهارمش است و ما همیشه وقت در میدیا در مردم خود اطمینان ایر دادیم که انشاءالله در داخل محبس از نگاه یاشه، ایباته، زندانیا چیزی که در توان ما در خدمتشان هستیم انشاءالله شکایتی نشده نداریم و ما همیشه وقت کوشش کردیم که همو استحقاقی که بزنا دولت اولا کرده با صورت مکمل بزنا برسنیم و هر روز ما ایرا کنترل میکنیم، هر روز ایرا نوکری والا داریم کنترل میکنه، شخص خودم دینشا هم ما ایرا کنترل کردم دیگه انشاءالله شکایتی نیست. با این همه زندانیانی که از زندان مرکزی هرات رها شدند از وضعیت در داخل زندان ابراز رضایت میکنند. شکر خدا خوب بود، وضعیت بخیر منظم بود از نظر قضا، از نظر رفتار مدیر صاحبا و سربازا و همه که خدای رویه خوب نکردشتن خود ما. ما از اینا راضیم و از مدیر صاحب هم هست راضیم، واقعا تشکر میکنم از اینا، خیلی زحمت میکشن، شب و روز خدای به اختیار محبوسین هستن. کارمنده ما از خدای راضی بودیم، به حساب هم به حساب به همه چی ما مکتب داشتیم، هواخوری داریم، به حساب همه چی امکانات ما رسیدگی خدای میکنن. شاید تشکر از اینایی که مثلا با ما رسیدگی میکنم به 24 ساعت استادی هم پاوند ما. حالا ما که خلاف کردیم اشتباهی بکردیم، اما امیدوارم دیگه کس نکنه به اینجا نیایه، جا خوبی نیه. خدای اولین بار من هم توبه میکنم دیگه که من به اینجا دیگه در این موث نبینیم. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی دادستانی هرات در جریان سال روان 865 زندانی مرد، 52 زن و 48 تن دیگر از مرکز اصلاح و تربیت اطفال از بند رها شدند. با این وجود تا اکنون نزدیک به 3000 تن در زندان مرکزی هرات دوران حبسشان را سپری می کنند.